بچه ها، اسم من پاییز و به یه معرفی نژاد دیگه از چنل پتومت خیلی خوش اومدید. اما قبل از اینکه بخوایم ویدیو رو شروع کنیم، لطفا چند دقیقه وقت بذارید و چنل رو سابسکرایب کنید و اون دکمه لایک هم همین الان فشار بدین. بریم ببینیم که ویدیو امروز در مورد چیه. نژاد جذاب و نگهبان مالینویز رو بهتون معرفی کنم. نژادی که طول عمری حدود 14 تا 16 سال داره و بیشتر به افراد مجرد و خانواده های بدون بچه توصیه میشه که سراغ نگهداری از این نژاد برن. این نژاد بلژیکی به باهوش و کاری بودن معروفه، که این یعنی به آموزش، ورزش و تحرک خیلی زیادی نیاز داره، که این خودش میتونه یه چالش خیلی بزرگ برای بعضی از خانواده ها باشه. یه فکت جالبی که درباره نژاد مالینویز وجود داره میگه که از این نژاد در ابتدا برای کنترل گوسفندان و به عنوان سگ گله استفاده می شده، اما با گذشت زمان و به دلیل وجود هوش خیلی زیادی که این نژاد داره، ازش به عنوان انجام کارهای نظامی و به عنوان سگ پلیس استفاده کردن. از مالینویز ها همیشه به عنوان یکی از باهوشترین نژادهای سگ نام میبرن. این نژاد بلژیکی سر و صدا زیادی نداره، مگر اینکه خطری رو برای خودش یا برای خانواده‌اش احساس کنه. نژاد مالینویز غریزه نگهبانی خیلی بالایی داره، که این به این معنیه که برای کسایی که دنبال سگ نگهبان و سگ محافظ میگردن گزینه مناسبیه. اما از طرفی از سنین پایین احتیاج به تحرک و آموزش بسیار زیادی نیاز داره تا توی سنهای بالاتر برای خانواده‌اش مشکلی به وجود نیاره. اگه جز اون دسته از افراد هستید که دلتون میخواد مالینویز ها رو با یه حیوان دیگه همخونه کنید، باید بدونید که این نژاد اصلا از زندگی در کنار سگ ها یا گربه های دیگه خوشش نمیاد، مگر اینکه از سن پایین اونا رو با هم بزرگ کنید و به هم دیگه عادتشون بدید. میشه گفتش که مالینویز ها اگه تو شرایط خیلی خوبی زندگی کنن، نژادهای خیلی سالمی هستن و کمتر به بیماری های ژنتیکی و بیماری های مختلف مبتلا میشن. اما بیماری مهمی که توی تمام نژادهای سگ، مخصوصا نژادهای بزرگ، مشترکه، بیماری دیسپلازی لگن و آرنج، که توی این ویدیویی که این بالا براتون میذارم به طور کامل این بیماری رو توضیح دادم. نژاد ممکنه که درگیر بعضی از بیماری های چشمی مثل PRA یا مروارید بشه، که بازم توی موارد خیلی کمی از مالینویز ها دیده شده که درگیر این بیماری بشن. اما اگه بخوام بیماری PRA رو به طور کامل بهتون توضیح بدم، باید بگم که آتروفی پیشرونده شبکیه گروهی از بیماری های چشمیه که سلول های گیرنده نوری رو تحت تاثیر خودش قرار میده. با وجود بیماری PRA، سلول های گیرنده نوری به مرور زمان از بین میرن و در نهایت باعث نابینایی کامل سگ میشن. شما با انجام آزمایش DNA و با بررسی کامل آزمایش والدین سگتون میتونید از وجود این بیماری با خبر بشین، چون درمان کامل و درستی برای این بیماری وجود نداره و فقط باید از تولید مثل سگهای حامل این بیماری جلوگیری کرد. از علائم این بیماری که معمولا از 18 ماهگی خودشونو نشون میدن، میشه به از دست دادن تدریجی بینایی در تاریکی، پدر شدن چشم و ترس سگ از تاریکی اشاره کرد. از نژادهای دیگه‌ای که مستعد مبتلا شدن به این بیماری ژنتیکی هستن، میشه به کوکر اسپانیل، لابرادور رتریور و پودل مینیاتوری اشاره کرد. مثل همیشه که آخر ویدیو هم میگم، شما میتونید نژادهای مشابه نژادهای جرمن، هاسکی، لابرادور، مالینویز و حتی نژادهای دیگه رو از پناهگاه‌های مختلف به سرپرستی بگیرید و حتی پولی هم بابت اونا پرداخت نکنید. بچه این جرمن رو ببینید چقدر خوشگله. جرمن لانگ هیره چقدم خوشگله. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. حتما نظرتون درباره این نژاد جذاب و نگهبان زیر برام بنویسید. لایک و سابسکرایب مثل همیشه یادتون نره. فعلا.